21 روز آبان ماه برابر با 12 نوامبر سال 340 خورشیدی برابر با 961 میلادی، زادروز ابو منصور عبدالملک ابن محمد ابن اسماعیل ثعالبی نیشابوری، شاعر، زبانشناس، نویسنده و تاریخ نگار اهل نیشابور، معروف به ابو منصور نیشابوری و جاهز نیشابور، که در طول دوران زندگی خود بیش از 160 اثر در حوزه‌های مختلف ادبی به نگارش درآورد. اما از آنجا که همه آثار وی به زبان عربی است، در ایران کمتر به او و آثارش پرداخته شده است. اشعار ثعالبی مانند بسیاری از شاعران دیگر دورنمایی مناسب از اوضاع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عصر او را به همراه دارد. سال 1276 خورشیدی برابر با 1897 میلادی، زادروز علی اسفندیاری، متخلص به نیما یوشیج، پدر شعر نو ایران، که در دهکده یوش در مازندران به دنیا آمد و در 12 سالگی به همراه خانوادهش به تهران رفت و پس از مدتی زبان فرانسه و عربی را فرا گرفت. او به تشویق استادش نظام وفا سرودن شعر را آغاز کرد و بر اثر آشنایی با زبان و ادبیات فرانسه راهی تازه در برابرش آشکار شد. مطالعات و تحقیقات او در این زمینه به ثمر نشست و سبکی تازه را در شعر پدید آورد. رویدادهای اجتماعی سالهای جوانی نیما را به کنارگیری از مردم و زندگی در دامان طبیعت و هوای آزاد کشاند و در آنجا بود که منظومه افسانه را سرود. این منظومه به عنوان مهمترین اثر نیما حد فاصلی است بین دنیای شعر قدیم و دنیایی که نیما بعدها در شعر به وجود آورد و میتوان آن را نقطه عطف و آغازی بر شعر فارسی معاصر دانست. در شعر نیما وزن و قافیه همه جا به تناسب به کار گرفته شده است. شعر آزاد نیما تفاوت‌های آشکاری با شعر سنتی داشته و از لحاظ عاطفی جنبه اجتماعی و انسانی دارد. او از لحاظ زبان هر کلمه ای را که در شعر نو به کار می برد با کلمات مجاور خود مهجور، بیگانه و ناسازگار نبود. از نیما یوشیج به غیر از مجموعه اشعار، آثار دیگری نیز به چاپ رسیده که داستانها، اشعار و قصه برای کودکان، یادداشت‌ها و نامه‌ها و آثار تحقیقی او از آن جمله‌اند. سال 1321 خورشیدی برابر با 1942 میلادی، پایان نبرد العلمین در شمال آفریقا و شکست آلمان از متفقین در جریان جنگ جهانی دوم. هنگامی که نیروهای ایتالیا در شمال آفریقا به سپاهیان انگلیسی مستقر در کشور لیبی یورش بردند، هیتلر به کمک ایتالیا آمد و با تجهیزات مکانیزه عرصه را بر انگلیسی ها تنگ کرد، چنانکه نیروهای انگلیسی تا اعماق مصر عقب نشینی کردند. با این حال انگلیس دست به مقاومت گسترده‌ای زد و با ارتش آلمان و ایتالیا به شدت مقابله کرد و در نهایت جنگ العلمین نیروهای آلمان و متفقین را در مقابل یکدیگر قرار داد. اما شکست آلمانی‌ها در شوروی و تضعیف روحیه ارتش آلمان، همچنین توجه بیشتر هیتلر به جنگ‌های داخلی اروپا، وی را از تمرکز بر نواحی شمال آفریقا و حفظ این منطقه باز داشت، تا جایی که در این نبرد انگلیسی ها توانستند با ضد حمله گسترده نیروهای آلمانی و ایتالیایی را از منطقه بیرون رانده و معادلات نظامی را به نفع خود تغییر دهند.